أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما مؤمنین برادران و خواهران الحمدلله در یک فصل جدید در یک سال جدید ان شاء الله برنامه‌های خود را از مرکز اسلامی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واقع در گرنویل سیدنی استرالیا آغاز میکنیم و مدتی به خاطر همین جا به جایی یک مقدار به برنامه های روزانه ما سکتگی وارد شد. به هر حال بحثی را که میخواهم آغاز بکنم راجع به یکی از احادیث بسیار نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست که دستوراتی و توصیه هایی به امام علی علیه السلام فرمودن. این حدیث از این بابت ارزشمند هست که دو طرف نور هست، هم گوینده هم گیرنده، هم مخاطب هم گوینده و شنونده، هر دو طرف نور هست، نورون علی نور. لذاست که در این جلسه اول میخواهم یک مقدار روشنی بیاندازم و انشاءالله وارد این بحث بسیار زیبا بشویم. همونطور که میدانید خداوند برای سعادت و تکامل انسان دو تا راهنما برای در اختیار انسان قرار داده است. یکی راهنمای بیرونی که عبارت از پیامبران و انبیا هست و یکی راهنمای درونی که همون عقل انسان هست. عقل با نقل که اگر هر دو یک جا بشود اون مسیر هدایت و اون مسیر سعادت رو انسان به راحتی میتواند پیدا بکند. آخرین فرستاده خدا هم خاتم الانبیا با این کتاب بسیار زیبا قرآن کریم و با پیام‌های وحیانی و همچنین با احادیث زیبای خود پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام راه و روش و سبک زندگی خود را انسان به راحتی میتواند پیدا بکند. این حدیثی را که بنده در نظر گرفتم در قالب 6 جمله هست، نصایحی که آقا امام علی علیه السلام از پیامبر گرامی اسلام به بهای سنگین دریافت کرده است، یعنی به عوض یک سنگینی خیلی زیاد مادی که حالا عرض میکنیم. این 6 بحث رو اینطوری میخواهم تقسیم بندی بکنم که انشاءالله در مباحث بعدی این یک راهنما باشد. بحث اول ما راجع به پرهیز از ترک واجبات و گرایش به انجام مستحبات هست. توضیح این هست که ما مکلف هستیم که واجبات رو در مرحله اول انجام بدهیم. اینها توضیح دارد. و بعد اگر فرصت کردیم میریم سراغ مستحبات. بحث دوم ما پرهیز از دنیا طلبی و ترغیب به آخرت طلبی هست. شما میدانید که همه انسان‌ها و یا اکثریت غالب انسان‌ها به طرف دنیا و دنیاگرایی و دنیا طلبی می‌روند. اما در این حدیث فرمودند که ما دنبال آخرت طلبی باشیم. بحث سوم پرهیز از عیب‌جویی دیگران و پرداختن به عیوب خود هست. شما می‌بینید متأسفانه ما بیشتر به عیوب دیگران میپردازیم، در حالی که ما مأمور هستیم که اول به عیوب خود بپردازیم. و بحث چهارم ما راجع به پرهیز از تزیین دنیا و زینت دادن آخرت هست. همه ما مشغول آرایش کردن و زینت دادن همین دنیای موقت چند روزه خود هستیم، در حالی که غافل هستیم از اون دنیای اصلی و دائمی.
بحث پنجم پرهیز از ریا و پرداختن به اخلاص هست. خب متاسفانه اگر ما وارد مباحث دینی هم می شویم، اکثرا اعمال ما با ریا و با اون خلوص نیت اکثرا نیست. و آخرین بحث هم پرهیز از توسل به غیر خدا و توسل به خدا هست. خب این رو می خواهم فقط در همین مقدمه اکتفا بکنم که این حدیث چقدر ارزشمند هست. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: یا علی تريد 600,000 شات او 600,000 دینار او 600,000 کلمه. پیامبر خدا یک روزی به امام علی علیه السلام فرمودن: علی جان، من تو را مخیر میکنم به سه چیز، به اصطلاح امروزی سه تا آپشن جلوی میذارم. اول، آیا میخواهی که 600,000 گوسفند برایت هدیه بدهم؟ حالا امام علی علیه السلام چی کاری کرده بود، چی جایزه ای پیامبر گرامی اسلام میخواست به امام علی علیه السلام بدهد بماند؟ یا 600,000 دینار میخواهی برای تو بدهم، یا 600,000 کلمه؟ حالا شما حدس بزنید، دینار را نمیدانیم چقدر هست، اما 600,000 گوسفند را میدانیم چقدر هست. اگر گوسفند 100 دلار بشود، 600,000 گوسفند چقدر میشود؟ 600,000 رو ضرب 100 بکنید، خب چند میلیون میشود؟ این رو شما بگید. چند افغانی میشود؟ چند تومن میشود؟ خب امام علی علیه السلام که دنیاگرا نیست، اما پیامبر گرامی اسلام میخواهد اهمیت و ارزش این حدیث رو بیان بکند. اگر ما میبودیم شاید میگفتیم آجان همون 600,000 گوسفند یا 600,000 دینار، اون رو بر ما بده، کافی هست. قال یا رسول الله 600,000 کلمه، من همون 600,000 کلمه رو میخواهم. جالب همین هست که شما ببینید خانواده های ما متاسفانه خیلی از اونها برای بچه ها در لوازم تحریر، لوازمی که نیاز مدرسه هست، کوتاهی میکنن. یک کتاب رو میبینن میگن چقدر این قیمت هست، یک کورس را میگن خب این چقدر پول میگیرد، ولی در سایر لوازم، مثلا تلویزیون چقدر بگیریم، یک ماشین چقدر بگیریم، خانه را چقدر بخریم، یک پرده را چقدر بگیریم، و حتی برای خود بچه ها اسباب و وسائل و امکاناتی که برایشان مساعد میکنن، تخت خوابی که مساعد میکنن، لپتاپی که مساعد میکنن، تبلت را که مساعد میکنن، در اینها خیلی فکر نمیکنن. در حالی که این دستور امام علی علیه السلام هست، از این حدیث بدون این که وارد بشیم میگیم که ما در مقابل هر کلمه نیاز داریم که این همه هزینه بکنیم، و اگر ما رو مخیر بکنن بین این همه جایزه و کلمه و علم، ما علم رو انتخاب بکنیم. قال یا رسول الله 600,000 کلمه، من همون 600,000 کلمه رو میخواهم. پیامبر گرامی اسلام فرمودن: فقال اجمع 600,000 کلمه 6 کلمات، من این 600,000 کلمه رو به 6 کلمه جمع کردم، به 6 کلمه این رو مختصر کردم. حالا اینها رو ما میخواییم همین 6 کلمه رو بحث بکنیم که واقعا اگر بازش بکنیم همون 600,000 کلمه میشود، و اگر بخوایم توضیح بدهیم شاید بیشتر از اون بشود. اولینش این هست: اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت باتمام الفرائض. علی جان، اگر دیدی همه انسانها مشغول عبادتها هستند، مشغول مستحبات هست، حالا این توضیح رو که من عرض بکنم طبق این حدیث هست، مشغول فاتحه هست، مشغول قرآن خواندن هست، مشغول نماز شب هست، مشغول سینه زنی و برگزاری مراسم هست، اینها همه خوب هست، ولی علی جان تو برو دنبال فرائض،
دنبال واجبات، دنبال نماز، دنبال نماز اول وقت. شما ببینید متاسفانه مساجد ما، حسینیه های ما، چه قبل از کرونا چه الان که یک بهانه است، قبل از اون هم خالی بود. حالا این را بعداً عرض میکنیم، مثلا عاشورا که خیلی خوب هست، ایام فاطمیه خوب هست، فاتحه خوب هست، قرآن خواندن خوب هست، هیچ کدام بد نیست. اما اون چیزی که در رأس امور هست نماز هست. صفوف نماز ما باید فشرده باشد. خب الان در این شهر مثلا 100 نفر را اجازه دادند. خب حداقل 50 نفر که باید بیاید. در بعضی نقاط دیگر هم همینطور. ما نماز را اصل بدانیم. لذاست که دین اسلام یک دین کامل هست. برای جزء زندگی ما برنامه دارد، دستور دارد. تمامیت دین بر انجام واجبات و ترک محرمات هست. لذاست به همین یک جمله اکتفا میکنم و بعدیش رو بگذاریم بر جلسات بعدی. حضرت آیت الله العظمی بهجت، این عارف کامل، این عالم عارف ربانی میفرمودن بندگی خدا در انجام واجب و ترک حرام هست و اگر چیزی مهمتر از آن دو انسان را به کمال میرسان خداوند به آن دستور میداد. یعنی اون چیزی که سریع انسان را به مقصد میرساند، به سعادت میرساند، همین نماز، همین واجبات و همین ترک حرام هاست. و اگر چیزی بالاتر از اون بود خدا اون رو واجب میکرد. چون مثلا شما ببینید مثلا از لحاظ بدن میگه باید این غذاها رو بخورید، این ویتامین ها رو باید بخورید. و مثلا اگر این ویتامین ها رو نخورید اشکالی ندارد. خب واجب یعنی یک چیزی که 100% هست اون رو خداوند بر ما واجب میکرد. امام علی علیه السلام هم فرمودند الفرائض در خطبه 167 نهج البلاغه، الفرائض واجبات الهی، واجبات الهی، ادوها الی الله تؤدکم الی الجنه، اینها را شما انجام بدهید اینها شما را به بهشت جاودان راهنمایی میکنند. لذاست که همینجا از همه برادران و خواهران خواهشمندم که به نماز دقت بکنن، به واجبات دقت بکنن، ترک حرام بکنن و همدیگر رو در این امور یاری بکنیم. و باز هم عرض میکنم برای عزیزانی که آشنا هستن با این مراکز، نماز جماعت الحمدلله در ظهر و عصر، مغرب و عشا در مرکز اسلامی نبی اکرم واقع گرندویل در سیدنی استرالیا آغاز شده است. عزیزان انشاءالله خواهران و برادران تشریف بیارن و از این چند کلمه‌ای که بنده هم بعد از نماز ها صحبت میکنم انشاءالله از احادیث استفاده بکنیم. نه من چیز خودم چیزی نیستم، اما اون احادیثی را که ما عرض میکنیم همه با هم استفاده میکنیم و اگر سوال جوابی باشد هم در خدمت عزیزان هستیم. خداوند انشاءالله همه ایمان را این توفیق را عنایت بگرداند که تا آخرین لحظات عمر بندگی خدا را بکنیم، خالص در راه خدا قدم برداریم. خداوند این توفیق نماز جماعت اول وقت و انجام واجبات را برای ما عنایت بگرداند و توفیق ترک محرمات را هم برای ما عنایت بگرداند و در کنار اون توفیق انجام مستحبات و ترک مکروهات را هم برای ما عنایت بگرداند. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على